6. ساکنان اشرف به ویژه قبل از انتقال حفاظت به دولت عراق در 20 آبان 87 به پرزیدنت بوش نوشتند: ما امضا کنندگان زیر مخالفان ایرانی ساکنان کمپ اشرف در عراق که پس از تحویل کلیه تسلیحاتمان از جمله سلاح‌های حفاظت و دفاع شخصی به نیروهای آمریکایی در می 2003 به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو تحت حفاظت نیروهای آمریکایی قرار داریم، با نگرانی بسیار از تصمیم دولت آمریکا برای انتقال حفاظتمان به نیروهای عراقی مطلع شدیم. در شرایط کنونی چنانچه قوای آمریکایی به حفاظت اشرف پایان دهند، تهدیدهای جدی وجود دارد که جان ساکنان اشرف را در معرض خطر قرار می‌دهد. به دلیل همین ریسک‌ها، همه ما که به صورت خصوصی در 19 و 20 مرداد 87 توسط نیروهای آمریکایی مورد مصاحبه قرار گرفتیم، نگرانی عمیق و مخالفت خود را با انتقال حفاظت اعلام کردیم. ما همچنین در بازدیدها و مصاحبه های هیئت صلیب سرخ جهانی از اشرف در روزهای 3 و 4 شهریور 87 و نیز 7 و 8 آبان 87 و همچنین بازدید هیئت پارلمان اروپا در 26, 27 و 28 مهر 87 نگرانی و مخالفت خود را مورد تأکید قرار دادیم. نگرانی ساکنان اشرف در مورد اینکه با انتقال حفاظت با آزار و اذیت و نقض اولیه ترین حقوق خود روبرو می شوند مبتنی بر واقعیات غیر قابل انکار است. اظهارات مقام های عراقی به وضوح نشان می دهد که انتقال حفاظت عواقب و خطرهای غیر قابل قبولی برای ما دارد. آنها به صراحت وعده محاکمه و اخراج از خاک عراق را می دهند. از جمله بیانیه مسبب هیئت وزیران دولت عراق در 28 خرداد 87 که دستور سرکوب، محاکمه، زندان و اخراج ساکنین اشرف از عراق را اعلام کرده است و حتی عراقیان و خارجیانی را هم که به اشرف بیایند مجرم می شناسد. این بیانیه هنوز بر روی سایت های رسمی دولت عراق وجود دارد. همچنین از سپتامبر 2005 فروش مواد غذایی، سوخت و دارو به ساکنان اشرف توسط دولت عراق متوقف شده است. وقتی حفاظت نیروهای آمریکایی برداشته شود، حملات نظامی و تروریستی رژیم ایران علیه ما مضاعف خواهد شد. می توان به آدمربایی 2 نفر از ساکنان اشرف در اوت 2005، انفجار اتوبوس حامل کارگران عراقی اشرف در می 2006 که منجر به مرگ 11 مسافر شد، انفجار لوله‌های آبرسانی اشرف در ژوئیه 2006، تلاش برای مسموم کردن آب ورودی به اشرف در اکتبر 2007، انفجار خودروی حامل کارگران در نوامبر 2007، انفجار ایستگاه آبرسانی اشرف در فوریه 2008، حمله موشکی به شهر اشرف در می 2008، حمله دوم موشکی به اشرف در ژوئیه 2008 و قتل بیش از 50 عراقی که ساکنان اشرف را حمایت می‌کردند اشاره نمود. انتقال حفاظت اشرف تحت شرایط کنونی ناقض اصل نان رفولمان، کنوانسیون 4 ژنو، کنوانسیون پناهندگی، کنوانسیون علیه شکنجه، قانون انسان دوستانه بین المللی و قوانین بین المللی است. بنابراین ما از نیروهای آمریکایی می‌خواهیم تا زمانی که در عراق هستند به حفاظت از ساکنان اشرف ادامه دهند و از صیانت حقوقی آنها بر اساس قوانین بین المللی حفاظت کنند. ما یادآوری می‌کنیم که در 16 فوریه 2006 ژنرال گاردنر
از معاونان فرماندهی نیروهای چند ملیتی خطاب به ساکنان اشرف نوشت: نیروهای چند ملیتی در عراق مسئولیت ما را در رابطه با کنوانسیون ژنو در مورد افراد شهروند کنوانسیون چهارم ژنو درک می کند. ائتلاف عمیقا نسبت به امنیت و حقوق اشخاص حفاظت شده اشرف متعهد باقی می ماند. پیش از این نیز ژنرال براندربرگ معاون فرماندهی نیروی چند ملیتی در نامه خطاب به ساکنان اشرف به تاریخ 7 اکتبر 2005 تأکید می کند که ساکنان کمپ اشرف دارای حقوق حفاظت از خطر، خشونت، ارعاب، تهدید و حفاظت خاص از حرمت و حقوق زنان هستند. 7. ساکنان اشرف در همین نامه به رئیس جمهور ایالات متحده که رونوشت آن برای دبیر کل سازمان ملل متحد، رئیس کمیته صلیب سرخ جهانی، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان و دبیر کل عفو بین الملل ارسال شد، تصریح کردند: آقای رئیس جمهور، برای ممانعت از یک فاجعه انسانی به طور اورژانس مقرر کنید انتقال حفاظت ساکنان اشرف متوقف شود. ما همچنین خواهان مداخله شما هستیم تا دولت عراق به طور مکتوب تایید کند ساکنان اشرف مشمول کنوانسیون چهارم ژنو، اصل نان رفولمان، قوانین بین المللی، قوانین انسان دوستانه بین المللی و دارای حق اقامت و امنیت قضایی در این کشور هستند و محدودیت های کنونی آنان برداشته می شود. 8. اسناد و شهود زیادی بر این حقیقت گواهی می‌دهند که در حمله مرداد 88 نیروهای آمریکایی از نزدیک شاهد کشتار مجاهدان اشرف بودند، اما طبق دستورات مافوق خود از دخالت خودداری کردند. حتی زمانی که مجروحان در وضعیت وخیم به آنها مراجعه نمودند توجهی نکردند. برخی از این صحنه‌های منزجر کننده توسط تلویزیون های آمریکایی نشان داده شده است. 9. نیروهای آمریکایی که در فاصله 14 تا 18 فروردین 90 در اشرف حضور داشتند، در شبانگاه 18 فروردین، ساعتی قبل از حمله‌ای که در ساعت 4 و 45 دقیقه بامداد 19 فروردین شروع شد، اشرف را ترک کردند. آنها در حالی که به خوبی لشکرکشی عراق را به چشم می دیدند، دستور عقب نشینی از اشرف دریافت کردند. وقایع اشرف از ساعت 5 بعد از ظهر 18 فروردین لحظه به لحظه از سوی ساکنان اشرف، نمایندگانشان در خارج، خانواده ها و وکلایشان و بسیاری از حامیان اشرف در سطح بین المللی به اطلاع دولت آمریکا در سطوح مختلف، از افسران آمریکایی در محل تا فرماندهی آمریکایی در عراق و سفارت آمریکا در عراق و رئیس جمهور، نایب رئیس جمهور و وزیران خارجه و دفاع آمریکا رسید. اما آتشباری و شلیک مرگبار به سوی مجاهدین 6 ساعت ادامه یافت. این در حالی بود که وزیر دفاع آمریکا در عراق حضور داشت و روز قبل از این حمله با مالکی ملاقات کرده بود. هیچ کس نمی تواند منکر این شود که مداخله سیاسی فعال که رسد به اقدام بازدارنده نظامی به سادگی می توانست از این فاجعه جلوگیری کند یا دست کم ابعاد این کشتار بیرحمانه را محدودتر کند.